مجمع اروپایی جشنواره‌های جهانی موسیقی که بزرگترین فدراسیون موسیقی در جهان است، امسال در اقادیر مراکش گرد همایی سالانه خود را برگزار کرد. رئیس این مجمع که مدیر جشنواره موسیقی جهانی اسلو در نروژ نیز می باشد، درباره مشکلات فستیوال می گوید: مشکلات همیشه در سطح‌های مختلف وجود دارد. فکر می کنم بحران اقتصادی در اروپا قطعاً یک فاجعه است و باعث ایجاد مشکل در کار ضامن‌های مالی و همچنین سوبسیدهای دولتی می شود. در بسیاری از کشورها این سوبسیدها تا 60% یا حتی 80% کاهش یافته است. این بحران در مخاطبان نیز تأثیر گذاشته و بخش بزرگی از مخاطبان ناپدید شدند. این جشنواره قدیمی اکنون در حال تقلص است. این گرد همایی فرصتی عالی برای معرفی گروه‌های موسیقی مراکشی به حدود 20 مدیر و برنامه ریز فستیوال است. رویدادهای مختلفی اهم از کنسرت و جلسه‌های تجاری برای شناساندن این موسیقی و برنامه ریزی کنسرت‌هایی در خارج برگزار شد. مدیر جشنواره تیمیتار میگوید هنرمندان مراکشی با موانع متعددی مواجهند. در واقع نه تنها مراکشی‌ها بلکه همه هنرمندان جنوب به سختی میتوانند خود را بشناسانند. مشکل روادی هست و هزینه مالی سفر که بسیار سنگین است. مراکش از هنرمندان خارجی بسیاری پذیرایی میکند ولی حضور هنرمندان مراکشی در خارج بسیار کم است. فعالیت اصلی مجمع اروپایی جشنواره‌های جهانی موسیقی ایجاد تعامل بین هنرمندان از جمله تسهیم اطلاعات، تجربه‌ها و تماس هاست. این مجمع همچنین در زمینه جابجایی هنرمندان یعنی دریافت روادید و مدیریت تورها فعالیت می‌کند. برخی از کنسرت ها در شهر تروداند در 60 کیلومتری اقادیر با هدف شناساندن موسیقی محلی برگزار شد. این گروه سنتی زنان معمولاً در مراسم و جشن های خانوادگی برنامه اجرا می کنند. خبرنگار یورو نیوز از برنامه ریز جشنواره روسفیلد می پرسد: آیا موسیقی دانانی کشف کردید که توجهتان را جلب کند؟ قطعاً هنوز کار انتخابمان تمام نشده است. چند هنرمند را دیدم که قطعاً می‌خواهم به جشنواره بیایند و همچنین در رویداد موسیقی که در کوپنهاگ برگزار می‌کنم شرکت کنند. مدیر جشنواره جشن جنوب شهر مارسی می‌گوید از دی‌جی‌ها خوشم آمد. موسیقی بسیار سنتی را نیز دوست دارم. در رویدادهای آینده موسیقی در شهر مارسی مانند پایتخت فرهنگی در سال 2013 و جشن جنوب این نوع از موسیقی مراکشی را ارائه خواهیم کرد. Fiesta du Sud, on va programmer de ce type de musique marocaine nouvelle. در این گرد همایی که برای اولین بار در یک کشور جنوبی برپا شده بود، 20 جشنواره از کشورهایی چون فرانسه، بلژیک، هلند، نروژ، سوئد، دانمارک، پرتغال و برزیل شرکت کرده بودند.